سلام وخت په خیر د نن ډیالوګ پرونی ته موزن نور عرفان هر کلی کوم د ازبکستان په تاشکند کې د افغانستان په محوریت نړیوالو ناست او په اړه یې څرګندونې ټاکل شوی چې دا ناسته نن پیل شي او سبا ته یې وروستۍ ورځ وي خو د اسلامي عمارت ویان بلال کرمي کابل نیوز ته ویلي چې دا ناسته وځنډېده او د جولای په 26مه چې سبا ده فایل بشي په د نړیوال ناست کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کړی نوموړي نن په تاشکند کې خبریالانو ته ویلي چې په دې ناسته کې به د افغانستان د اقتصادي وضعیت او شوي پرمختګونو په اړه بحثونه وشي خو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان بیا رسنیو ته ویلي چې په دې ناسته کې د اقتصادي موضوعاتو سربیره افغانستان کې د ټول شمول حکومت جوړښت د ښځو د حقونو او په پاړه او همداراز د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع او امنیتي مسایلو په تړاو به بحث وشي په نن ډیالوګ خپرونه کې د ازبکستان د ناسې پر څرنګوالی د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي ډاکټر بصیر رنجبر سره بحث لرو رنجبر صاحب سلام وخت به خیر به برنامه خوش آمدید اگر بیایم روی ماهیت و چگونگی این نشست صحبت کنیم آیا با دست داشته هایی که هیئت امارت اسلامی به ازبکستان رفته و با خود برده چی فکر میکنید کشورهای جهان را برای تعامل و همکاری های اقتصادی بیشتر ترغیب خواهد کرد یا نه؟ بنام خواهد با تقدیم ما و بید محترم این شخصی که باشی در خواهر میشه مرد خاص آبارها بودن از این نشست ها داشت در داخل ازبکستان و یا در کشورهای نزدیک به ازبکستان اپی ازبکستان در اون اشتراک دار همیش صاحب قابل اهمیت بود ولی در اینجا امید خود عنوان از اینکه مطرح شده موضوع رشد اقتصاد ارتباط منطقی هم مشکلاتی در مورد امنیت وجود داره و معلومی در راه ارتباط مرخوی افغانستان داره که باید حل شد و از این کار با گفتگو ضرورت هست یه خاطر اهمیت داره که اقدام فعلی ما تقریبا یک ساله شده در آستانه قرار داریم ولی هنوز هیچ کشوری به رسمیت نشناخته و نشناختن رسمیت از این کشور مشکلات نه تنها برای افغانستان کشورهای همسایه که بسیار ضرور دارند بسیار نزدیک و دیگر افغانستان در اینجا 20 کشور نیست سازمان و کشور مرجع در این اشتراک میکنند این همیشان علاقه مند امیرسی مسئله که افغانستان باید روش اقتصادی البته با کمک در چوکات های منطقوی و اینا و ارتباط از یا چه کسیم با کمک باید چطور یا خیلی مرکی به این سرمه که غرب هم به جنوب آسیا و مسائل بسیار مهم دیگه کاری در دنیا جریان داره مسائلی که در اوکراین جریان داره در ارتباط از اون بازه صحبت های سر بازه مخالفت های بسیار جدید در های پاکستان های دیگه که جهان با قابل می سازه چین و روسیه در یک با باکسپارهای ایتیف ولی از این منطقه بسیار اهمیت داره چی عطی در این جد خورده چی خساراتی برای ممکن ترست داره اگر دا یک موقف تشبیه مشترک است به این نسبت هست که نبودی بسیار نکنه که بزرگ قائل هستم و این هم با ایزی به یک چشم جد مهم در اینجا در دو طرف ازبکستان ابتکار کرده و بازی دعوت کرده همه کشورها در حالی که افغانستان بسیار فشار بین المللی از خاطر خطی های از بعض مسائل دیگه که داره قرار داره با هم با وجود که هم اقتصاد رفت کرده که تعامل بین افغانستان و تمام کشورهای زمینه با وجود بیاد و یک کمک نه تنها به نفع افغانستان تمام خواهد شد بلکه به نفع خود خواهد رنگبر صاحب جانب افغانستان این نشست را بیشتر اقتصادی دانسته
اما موضوعات را که سخنگوی وزارت خارجه ازبکستان مطرح کرده گفتند که در این نشست با امارت اسلامی را تشویق میکنند تا یک حکومت همشمول ایجاد کنه، همچنان رعایت حقوق زنان در کنارش مسئله بازگشایی مکاتب دختران. چرا امارت اسلامی تنها بحث اقتصادی را بیشتر روی زبانها قرار داده، اما چیزی که ازبکستان میگه متفاوت از مسائل که امارت اسلامی گفته است میباشه؟ چیزی که ما اشاره کردیم نه تنها عکس العمل دولت فعلی افغانستان با ازبکستان داره، بلکه با افغانستان داره. همه جهان از ازبکستان گرفته تا یک شورای با کشورهای دور و نزدیک شورای اسلامی که شورای عرب مجلس روی همین دو نقطه انگشت میگذارد. نقص حقوق بشر به اون جمله نقص بی حقوق زنان در افغانستان و حکومت انحصاری. اما اینجا امارت اسلامی میگه که حکومت ما همشمول است، از تمام اقوام ما در کابینت افراد داریم که کار میکنن، یا بعد از وزیر معینایی هستن که از دیگر اقوام هستن کار میکنن، ولی فقط در رأس وزارت ها کسایی هستن که مربوط به امارت اسلامی هستن، اما چون این چیز وجود ندارد این ادعاها را رد میکنن و اماره گفتن که حکومت ما همشمول است و جهان و منطقه در مسائل که مربوط خود افغانستان میشه، مسئله داخلی است مانند شیوه حکومت داری، نباید دخالت کنند. اکثر از این شما قبلا در سوالتان و ما هم گفتم که بین چیزی که زمامداران امروز افغانستان میگن و همه جهان میگه فرق وجود دارد. شما میگن که اینا میگن که ما حکومت همشمول داریم، حقوق بشر ما رعایت کردیم و تمام شرایطی را که جهانیان گفته ما عملی ساختیم. میگن از اینا، یعنی رنجبر صاحب تعریف همشمول متفاوت است نزد جهانیان و نزد امارت اسلامی، درست؟ همه تعریف ها متفاوت است. تعریف همشمول متفاوت است، تعریف حقوق بشر متفاوت، حقوق زنها متفاوت است، برداشت از این مفاهیم متفاوت. ما بارها گفتیم تکرار کردن از این گپ که ما بگیم که ما همه شرایط جهانیان را علی ساختیم و باید ما را و هر باری تکرار شود و همین تفاوت شما باید اشاره کردین وجود داشته باشد. از این که نیو پروکسر ایده بسیار دارد و مصیبت های مردم افغانستان و عدم رشد اقتصادی ما و مسائل دیگه ما به اندازه زیاد باشناخت به دلیل داره او احمد بیشتر. ما باید میگه که واضح بسازه همین زمامداره کلی افتران چرا ما میگیم که عملی ساخته میخواد داره حکومت عمل شمول است و بعد ما تمیم کرد و شما این هر در چی این مسئله باید توضیح شدن پیدا کنه. حتی در اینجا کسایی که میشتیم طرف هرده که خاص در خدا برداشت چی هست که تفضیح پیدا چی هست که حل شده امکان داره فرق بین برداشت بین فاصله بسیار زیاد یک کی با هم حق داره تفاوت داره چه شود؟ تفصیل از این توضیح از این باید وجود بیاید که ترا یک نقطه دیگر که بسید عرض می کنم با شما بکنید چه اقتصادی میگن و اونای چه این شما غیر سیاسی و اقتصادی را با حیوان نزدیک دار ما از نگاه اقتصادی نمیتان رشد این زمینه های سیاسی زیر فراغ نکنه. رشد ما ممکن اصلا اول نباشه و اگه باشه بسیار بطی زمین های دیگه نگاه سیاسی لازم
ما امنیت هم نکده بود. ابی کنفرانس نقطه امنیت است. او میشه آوردن رشد اقتصاد بود. ثبات منطقی. امنیت بسیار اهمیت داره. کشور همسایه با ما به اقتصاد که نفع ما باشه، به نفع اقتصاد ما باشد. حتی از امنیت خود تهدیداتی که هست به ما بیش میشه برای ما اینمی ازبکستان بسیار تهدیدات بزرگ از افغانستان احساس میکنه ولی آش طالب تامیر را این تفاهم باید اقتصادی را حل بکنه. یعنی رنجبر صاحب روی مسئله مشکلات امنیتی از سوی نگرانی های امنیتی ازبکستان صحبت میکنیم. امارات اسلامی پیش از این که به تاشکند برد گروهی از داعشی ها را بازداشت کرد و شمارشان کشته شدند و اونا را کسان گفتند که در حملات چند وقت پیش حملات راکتی بر ازبکستان و تاجکستان متهم بودند. چی فکر میکنید؟ امارات اسلامی کالا رفته و این را به عنوان یک دستاورد به ازبکستان پیش میکنه. ازبکستان چقدر آماده خواهد شد از بابت این که امارات اسلامی به تعهداتی که کرده در رابطه به این که هیچگاه افغانستان مورد تهدید هیچ کشور دیگه قرار نخواهد گرفت، باور ازبکستان چقدر بالا خواهد رفت برای افغانستان؟ مشکل وجود دارد. یکی مسئله داعش پایتیکی است که خودش برای هزلا مبارزه میکنه، اونا رو دشمن میدانه، اونا رو خیلی امنیت میدانه و به کشورهای همسایه خاطر جلوگیری از تهدیدات که جهت از اونا هستید مینامه. یک موضوع دیگه در پالیاتی وجود داره. شما خبر دارین یک جنبش اسلامی بسیار قوی وقت در ازبکستان وجود داشت به نام جنبش اسلامی ازبکستان که رهبر از او جومن منگانی بود که خود امیر ازبکستان اعلام کرده و یک کسی دیگه به نام تایر یول داشت در رهبرهای اینا بودن. اینا بعد از اینکه از اوجه شکست بودن اون حرکات ضد دولتی خود از اوجه دار افغانستان آمدن و در افغانستان به از اینا پناه داده شد، اینا در اینجا بجا شدن، هر دوش در افغانستان کشته شدن. اما یکیشه دیگر که در حملات هوایی امریکا در قندوز و در شمال افغانستان در اوائل آمدن امریکا کشته شد و دومیش در این مناطق آزاد قبایلی در حالت فکرهایی کشته شد. ولی یک جنگجوی از اینا که با اونا یک جای بودن و اونجا فرار کرده بودن و در افغانستان مستقر شده بودن، این در افغانستان باقی مانده. اینا تا با امروز در افغانستان هستن. اینا بادت با طالبا وقتی که بر علیه دولت مرکزی در 20 سال گذشته می جنگید، با امریکا می جنگید، اونا در کنار ازا در صفوفشان قرار داشتن. با شمول گروپ های دیگه آسای مرکزی که انصارالله از تاجیکستان بود یا از ایغورا جنبش بسیار مشهور ترکستان شرقی و اینا بود و اینا بسیار دلچسب پیشی است که حال شما در این سه روزی خبرهای جدید شنیدیم که گروه های به نام طالبان تاجیکستانی در مرز افغانستان ایجاد شده که طرف دولت افغانستان رد شد دگاهی را با سلام ایجاد شده و در اونجا آل یک چند صد نفری هست و یه تحت حمایت دولت افغانستان قرار دارد. این البته مسئله جی تاکید نمی کنم و این در درمی فضای مجازی انعکاس پیدا کرده، حتی اکس های از این که از بعضی از پوسته هایی که یا برجای ترسد سرحدی هم نشر شده که گویایی برای ازدان داده شده یکی سفری اینا وجود داره. خب هر صورت تهدیدات سرحدی که در تاجیکستان هست، در پاکستان هم هست، در قزاقستان هم هست، چند وقت پیشتر اگر شما بود حوادثی که در قرقیزستان به وجود آمد نارسته بودم که در اینجا جنگجوهای افغانی سهم داشتن یا تا لشکرکجی روسیه در وجود صورت گرفت. در این حوادثی آمده که در خود ازبکستان قرقلپاک صورت گرفت، در قرقلپاکستان رو که میگم چه مناطق شمال و شمال غرب گرفته در اونجا گفته میشه بسیار زیاد که میتونی بسیار که خودشان در افغانستان بود اینا در این سهم داشتن.
ای تهدیدات امنیتی نه تنها بر ازبکستان برای دگاه وجود دارد. من مطمئن هستم که دولت افغانستان نمیخواهد که از خاک ما اینا موجود تهدید باشد. این میخواهد رابط خوب داشته باشد. ما تو با تاجیکستان از رفت میکن. چرا تاجیکستان مخالفین دولت ما را پناه داده و پشتیبانی میکنه از اونا با نام مقاومت و با نام هرچی که هست و اینا میخواهند نشان بدن که اینا هم میتونن مخالفین از ما را حمایه بکنن و موجود تهدید قرار بدن که من مخالفش هستم میکنن ولی امکان از یه هست برای از اینکه اونا یک سیاست در مدرس صده مورد اتخاذ تک بروز کسان سیاست رو بیخبر میکنه از اول دوستان هست بسیار نزیک هست بسیار تعاملی بسیار خوبه در اینجا باید برخورد دیگه شود کسایی که در اینجا هستن از کشور به نام مخالفین از اونا اونا کسایی بودن که حکمای اعدامشان در قیاب صادر شده بود همین شده این این هم باید یک قرارداد میکنه این باید اتبیتون را کشور اخراج کردن اینا را کلش به این کانه ساختن که این دیگه فعالیت سیاسی بکنه او کانه ساختن که دولت ازبکستان این را مقنعه باشه بارش دلایل قناعتگر باشه یا اینا را آشتی بده با دولت پاکستان قسمه که مخالفین پاکستان باره کوشش کردن که با اونا میانجیگری کنن آشتی بده میتونن مخالفین رو حالا رنجبر صاحب اگر بیایم روی این مسئله که حزب اسلامی ازبکستان در صورتی که با امارات اسلامی همکاری داشته باشه و هنوز هم نیروهایش در افغانستان حضور دارد در صورتی که اگر با حکومت ازبکستان این گروه را آشتی بده امارات اسلامی چی فکر میکنین؟ چقدر به مفاد افغانستان خواهد بود؟ چون در صورت اگر ازبکستان از امارات اسلامی میخواهد که این گروه را سرکوب کنه خب فکر نمیکنین سرکوب چون این گروه که با امارات اسلامی سالها در جنگ یک جا شانه با شانه بوده و اهداف مشترک داشتن باعث یک نوع تشنج دیگه شو و این گروه بره به سوی طرف دیگه و مخالفت با امارات اسلامی را هم اعلام کنه؟ کپیتان کاملا دقیق و بجا هست من خدمت شما عرض میکنم که من بسیار ماها قبل یک پیشنهاد تحلیلی با جزیات دولت فعلی افغانستان فرستادیم و اینام داد شده به دست از اونا رسیده این جزیاتی که شما گفتین و به اون دقیق اشاره کردیم که من هم عقیده شما هستم که چی کنیم پرابلم حل شد و ما دوجه به اینا پیشنهاد کردیم که بهترین راه از راه آشتی دادن اروپا با دولت‌های شما است اونم اون قسم که اینا میانجیگری کردن با پاکستان و تجربه از او را دارن بسیار خوب میتوانی کار بکنن این گروپ ها باید که چانکب زده شود که اینا از فعالیت ضد دولتی دست بکشن برن پس به مملکت خود و در اونجا مطابق قوانین از کشور زندگی بکنن و دولت ها از اینا را قناعت بدن که از گناهان گذشته اینا صرف نظر بکنن تمام قرابت اینا را ببخشن و مثل اشخاص عادی که در کشور خود زندگی میکنن مطابق قوانین اگر به اینا تشکیل حزب اجازه داده شده قانون حزب خود تشکیل کنن و مبارزه مصالحت آمیز سیاسی خود پیش ببرن یکی اتفاق تمام کشورهای آسیای میانه بسیار را فرق باد کرد که ما این امتحان رو پیدا کنم که این پرابلم در اینجا است و این برای این پرابلم وجود داره داره پاکستان وجود داره و در اینجا و گفتیم که اگر ما در اینجا دولت اسلامی در افغانستان موافقیت های خوب داشت مردمش راضی بود حقوق بشر تأمین شده بود دولت مورد پسند همه مردم بود این یک نمیشه به کشورهای دیگه همی احزاب اسلامی از اونا در انتخابات خواد بردن دولت ها را برای اینکه خواد دیدن که نمونه افغانستان نمونه بسیار خوب است مردمش راضی هست اقتصادش خوب پیش رفته شکل زندگی مردم فرق کرده مرفه‌تر شده و همه مردم از دولت راضی هستن دولت به اصطلاح به خواست مردم هست همه مردم هست اینا نمونه میگیرن و اینا در انتخابات آینده خواهد دیدن ولی اگر ما در اینجا حقوق بشر از زیر پای کنیم کارهای خراب بکنیم و مردم ما ناراض باشه از این گفا در اونجا هم ما یک انتباهی بد میدیم بهترین گفی است که ما در اینجا کارها به ما نه تنها مردم پسند داخل کشور جهان پسند انجام بدیم و این گروهایی که با دولتاشون آشتی بدیم منطقه را آرام بسازیم در امنیت این منطقه ما بسیار سریع رشد خواهد کردیم با اینا کمک بسیار خوب ببخشید کمک متقابل بسیار خوب کار شد برای منطقه بسیار خوب و شما را برتر امیال
تلویزیون شما این اعلام میکنم امیر پرابلم را حل بکنن سبایشی به رسمت شناخته میشه از طرف کل میکشورا با شمال روسیه. رنجبر صاحب اگه به فرض بگیریم این گروه ها با حکومت هایشون آشتی کردن اما تهدید داعش پا بر جا میمونه، با تهدید داعش باید امارات اسلامی چی کار کنه تا قناعت کشورهای همسایه را به دست بیاره؟ کوتا اگر جواب بدین چون فرصت برنامه کم است. این کشورها یک جا با دولت اسلامی افغانستان علیه داعش مبارزه میکنند. با کوبیدن داعش وقتی که مبارزه دفتر جمعی باشه کار بسیار کار مشکل دیگه نیست. اینا همیشه امکانات در افغانستان دارن که غیر متحد بسازن داعش در افغانستان میکوبن. داعشی که در سوریه بود از اینجا وقتی که روسیه تصمیم گرفت در سوریه از بین بردنش، تانستن که وقتی که تصمیم جدی با یک نیت و با یک قاطعیت وجود داشته باشه این داعش مقاومت کردن نمیتونه. بازم برتون میگم امریکا چقدر مدت بر علیه داعش در سوریه مبارزه میکرد، گویا مبارزه میکرد ولی اونا روش قدم میرفتن، ولی وقتی که روسیه رفت و با دولت سوریه یک جا شد و اینا واقعا تصمیم از بین بردن داشتن، کمر داعش در کل منطقه شکستن، بانگو بقایای از روش که آمده در افغانستان دیگه برای ما پرابلم ایجاد کرد در مقابل دیگه. ارنج برس به عنوان آخرین پرسش بفرمایید. بله دو نقطه را بسیار شما به صورت اساسی چی بود؟ بفرمایید. برای ما همین کشورهای منطقه احتیاج بسیار بزرگ دارد. خود ازبکستان از افغانستان که بیشتر به خوشکمه ها متصفه، هیچ راه هیچی نداره، تولیدات بسیار خوب داره، کشور در حال رشد است ولی از جهان قسم منظوی وارد شده، موقعیت جغرافیاییش خوب نیست. حالی بسیار خوش است که تانستن ای و قزاقستان اردوش از راه ترکمنستان با شبکه ایران وصل شدن با خطوط خط آهنش و از او را میتونن با خلیج فارس و با آبهای آزاد را پیدا بکنن. دیگه طرف دفعه با آبهای آزاد را ندارن. اگر با ما رابطشان خوب شود اینا میتونن از راه خط آهن با ما و با جنوب آسیا جنوبی هم وصل شوند و از ببخشید ایران بگید پاکستان و هند یک جای شوند و از راه هم پاکستان بتوانند به بحر آزاد برن، هم از راه هند بتوانند به بحر آزاد برن و هم از راه چابهار بتوانند به بحر آزاد برن و غیر دیگر که از خط آهن کسکاف ایران می داخل پاکستان ایران این خط به تنقشش است که ادامه پیدا میکنه تا آخر میره تا چینه و ای ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان رو همیشه مستقیم به ای وصل میکنه که ساده‌ترین راه وصلی از اینا با ایران با چین و در عین حال با افغانستان که بتونه از راه ما با پاکستان و هندم بره و از راه با هند میتونه بسیار رابط خود ایجاد کنه. ممنونتان دکتر بصیر رنجبر، آگاه مسائل سیاسی و اقتصادی که در برنامه با ما اشتراک کردید. دیرو درن اولیدن کو دن دیالوگ پرونه هم دلتا پایتر سیگتر بیان پلوی بخون که خدای سپار.